یراق‌آلات. 22 ساله در واقع در زمینه تولید دکوراسیون و یراق‌آلات کابینت هستیم. تا صنایع چوب و تجهیزات وابسته. از سال 1384 تقریبا ما در زمینه تولید مصنوعات و قطعات چوبی و اندیفی فعالیت خودمون را آغاز کردیم. ما نوال‌لبه پی وی سی رو اینجا تولید می‌کنیم. تولید کننده ماشین‌آلات صنایع چوب. همه اینجا در نمایشگاه بین‌المللی تهران. صنایعی وابسته به ساختمان سازی که اشتغال زایی قابل توجهی دارند. حدود 10-12 نفر کارمند مشغول هستند تو صنف ما. 40 نفر به طور مستقیم تو کارگاه مشغول هستند و 50-60 نفر هم غیر مستقیم. به صورت مستقیم یه حدود 400 تا پرسنل رو ما اینجا مشغول کردیم. تولید کنندگان حاضر در این نمایشگاه از محصولات با کیفیت ایرانی اشان میگویند. بزرگترین تولید کننده محصولات ورق‌های پی وی سی در ایران میباشه که ما صادرات خیلی زیادی به کشورهای همسایه داریم، به کشور آذربایجان و مخصوصا به کشور عراق. ما حتی تو عراق نمایندگی داریم و دونستیم برندمون رو تو کشور عراق با برند خوشنام ایرانی جا بندازیم و روز به روز هم داره بازار گسترده‌تری پیدا می‌کنیم در زمینه تولید ورق پی وی سی. اولین تولید کننده استیم و گرانیتی هستیم در ایران. موادش ایرانیه. قبل از این ما کورین تولید می‌کردیم، سینک‌های کورین تولید می‌کردیم. خط و خش رو لک میگرفت ولی گرانیت خط و خش نمیگیره، مقاوم در برابر لکه چون جذب آب نداره. تولید کنندگان از برخی مزیت‌های محصولات خود هم گفتند. توی کشور ایتالیا با فرایند ما نیست، با یه فرایند دیگری داره انجام میشه و این قطعات تولید میشه، اما قیمت‌های ما به نسبت اونها، من یه مثال بخوام بزنم، مثلا یکی از یونیت‌های ما برابر ارزش رو عرض بکنم 1 یورو باشه، اونها حداقل بین 30-40 یورو همون یونیت رو دارن عرضه میکنن. برای به شدت پتانسیل صادرات داره. داخلش که ما تولید میکنیم یه چود 50-100% نسبت به محصول مشابه خارجیش ارزون‌تره. تنها جایی که میتونیم بگیم خدا رو شکر که دلار گرون شد اینجاست که باعث شد واردات انجام نشه، چون شرکت‌های مثل من ظرفیت این کارو دارن که اندازه واردات تولید بکنن، به شرطی که حمایت بشه، به شرطی که من بدونم وقتی دارم تولید میکنم کنار من دیگه دستگاه خارجی نمیاد. من چرا شرکتم دانش بنیان شده؟ برای اینکه دانش فنی تولید دستگاه رو داشتیم. دستگاهمون داره رقابت میکنه با محصولات وارداتی. تولید، اشتغال، حمایت، واژه‌هایی که اگر کمی به آن توجه شود قطعاً مرهمی می‌شود بر شرایط فعلی اقتصادی کشور.